خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پسی تویی، همه هشند آنچه هستی تویی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف هفتم. به درس زبان و ادبیات دری دوستان خوش آمدید. خب دوستان گرامی و شاگردای عزیز و دلبند، در جلسه نهم از درس زبان و ادبیات دری رسیدیم. در بخش اول در مورد مفهوم تحت عنوان نظافت میخواییم برای شما صحبت کنیم و در قسمت دوم در حوزه دستور زبان میپردازیم در صفت فاعلی. دوستان عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگردای عزیز و گرامی، قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل رو با هم دیگر حل میکنیم و ادامه بست. در هفته قبل یک کار خانگی دادیم تحت عنوان این مفهوم که برای کلمات زیر صفت مناسب بنویسید. خب چی دوستان؟ صفت مناسب. در جلسه قبل برای شما بیان کردیم، گفتیم یکی از مفاهیم، یکی از اصطلاحاتی که در حوزه دستور زبان بسیار بسیار مهم است دوستان، صفت است. صفت یک کلمه است که بیان میکند. چی رو بیان میکند؟ حالت و چگونگی اسم قبل خود را بیان میکند. که حالا میتواند این حالت و چگونگی چی باشد؟ رنگ باشد، بو باشد، مزه باشد، اندازه باشد و مفاهیم عزیز است که در حوزه اسم قرار موقعیت دارد. خب حالی چهار کلمه برای شما دوستان آورده ایم و گفتیم که برای این کلمات یک صفت خوب و مناسب ذکر کن. واژه اول چیست دوستان؟ شاگردان. چه میگوییم؟ میگوییم شاگردان باهوش. شاگردان باهوش. باهوش برای شاگردان یک صفت است. اسلام. برای اسلام چی میتوانیم بگیم دوستان؟ برای اسلام میتوانیم بگیم چی؟ اسلام عزیز، اسلام بزرگ، اسلام بلند مرتبه. نگاه کنید دوستان، این همه واژه میتواند برای اسلام صفت باشد. برای تمدن چی؟ تمدن مترقی، تمدن پیشرفته، تمدن بزرگ. نگاه کن دوستان، تمدن کهن. این واژات میتواند صفت برای تمدن باشد. و واژه آخر کشور است. برای کشور هم میتوانیم بگوییم که کشور پهناور، کشور بزرگ، کشور وسیع، کشور بسیار قدیمی. نگاه کن دوستان، این واژه ها واژه هایی است که نشان دهنده حالت چگونگی اسم قبل است. خب یک نکته دوستان، گفتیم که صفت بیان کننده اسم قبل خود می باشد. یعنی باهوش ده شاگردان، عزیز ده اسلام، مترقی ده تمدن و پهناور ده کشور بر می گردد. حال به او اسمی که بیان کننده صفت است، صفت ده او بر می گردد و بیان می کند ویژگی و حالات او را، چی می گفتیم دوستان؟ موصوف میگفتیم. درسته دوستان؟ موصوف. پس اسمهای قبل میشود چی دوستان؟ میشود موصوف. این همه میشود موصوف ما که برای شما اینجا بیان میکنیم. اسمی که در واقع صفت دو بر میگردد و ویژگی کلی او را بیان میکند.
خب شاگردای عزیز میرسیم در بخش اول درس جدید. بخش اول درس امروز ما مفهوم نظافت است. شاید یکی از چیزهایی که در حوزه سلامتی، در حوزه صحت و سلامت یک جامعه بسیار نقش اساسی و کاربردی دارد همین مفهوم نظافت است که هم در فرهنگ عنعنوی ما بسیار از این مفهوم یاد شده و در هم اگر نگاه بکنیم در فرهنگ اسلام و آموزه‌های اسلامی نیز همواره بر این مورد تاکید شده. میگویند راه رسیدن به صحت و سلامت رعایت نظافت و پاکی است. پس اگر میخواهید که همواره مطهر باشید، پاک باشید، پاکیزه باشید، نگاه شما به چی باشد دوستان؟ برای رسیدن به این سلامتی، برای رسیدن به این صحت چی؟ باید در پاک بودن، نظافت همواره توجه کنید. جوامع مترقی بر مبنای سلامت جسم و روح پایه‌گذاری شده است. نگاه کنید دوستان، جوامع پیشرفته، کشورهای پیشرفته همواره در سلامت انسان یک توجه بسیار کاملی داشته. به طوری که اگر نگاه کنیم دوستان می‌بینیم که انسان دارای دو بُعد است. هم جسم دارد و هم روح دارد. هم جسم انسان نیاز دارد که پاک و پاکیزه باشد و هم روح انسان به پاکی نیازمند است. خب حالی کشورهایی که در واقع مترقی است، کشورهایی که پیشرفته است، برای این که جوامع اونها همواره از این صحتمندی، از این سلامتی برخوردار باشد، در پاکی و پاکیزگی هم نفس انسان و هم جسم انسان توجه دارند. باید بعد از صرف هر غذا دهان و دندان خود را با مسواک بشوییم. نگاه کنید دوستان، شاگردای عزیز قبل از خواب، اگرچه ما در طول روز 3 وعده غذایی داریم، ما چاشت داریم، ما ظهر داریم و ما شام داریم، هر وقت که میخواهید غذا بخورید در انتهای غذای خود قبل از اینکه در واقع استراحت کنید دهان و دندان خود را با مسواک تمیز و مرتب شستشو دهید. در بیان اهمیت و ضرورت پاکی و پاکیزگی پیامبر مکرم اسلام در یک حدیث بسیار گوهربار اینگونه می‌فرمایند: النظافه من الایمان. النظافه من الایمان. نظافت جزئی از ایمان است. اگر یک انسان می‌خواهد به عنوان یک مسلمان با ایمان از او یاد شود، همواره باید پاک باشد، پاکیزه باشد و در نظافت خود بسیار کوشا باشد. پیامبر مکرم اسلام در هنگامی که میخواستن نماز بخوانند دوستان، همواره بهترین و تمیزترین و شکیلترین لباسهای خود را میپوشیدن، موهای خود را شانه میکردن، بر خود عطر میزدن و وارد مسجد میشدند و نماز را برپا میکردن. پس برای ایشان همواره، نگاه کنید دوستان، همواره نظافت و پاکی یک جایگاه بسیار خوب و کلانی داشت. ما هم که همیشه پیرو این پیامبر مکرم اسلام هستیم، پیرو دین مقدس اسلام هستیم، باید از این احادیث، از این آموزه ها استفاده کنیم و پیشه راه خود قرار دهیم. خب نظافت فردی، نگاه کنید دوستان، ما گفتیم نظافت فردی نظافتی است که مربوط به یک شخص میباشد. از آنجایی که انسان دارای دو بُعد است، همانطور که در اسلایدهای قبلی براتون گفتیم، یک جسم دارد و یک روح دارد. حال این نظافت میتواند در وادی جسم انجام شود، میتواند در مرحله روح انسان نیز صورت گیرد. اگر جسم انسان رو میخواییم همیشه پاک و پاکیزه نگه داریم، به بعضی از موارد باید توجه کنیم. از جمله دهان ما را همواره مسواک بزنیم. مسواک زدن دهان و دندان از نشانه هایی گفتیم چی بود دوستان؟ ایمان بود. موی سر خود را همواره شانه کنید، تمیز و مرتب نگه دارید، لباس خود را همیشه مرتب بشویید، تمیز و پاکیزه در مجالس و محافل ظاهر شوید. روح شما نیز همواره با شاداب باشد. شادابی و طراوت جسم انسان یک مرحله است و پاکیزگی و شادابی روح انسان نیز یک مرحله به مراتب بالاتر از انسان. روح انسان همواره باید چی باشد؟ سرمست از شادی باشد، خوشحال باشد، کیفور باشد. و این نشاط چگونه به دست می آید؟ با ورزش کردن، با تفریح کردن، با صحبت کردن، با تعاملات اجتماعی. مورد بعدی دوستان چیست؟ نظافت جمعی است. در حوزه نظافت‌های جمعی در کنار نظافت فردی به بعضی موارد دیدید باید توجه کنیم. همانطور که می‌دیدید ما در نظافت جمعی دو مرحله داریم. مرحله جسم است و مرحله روح که خیلی اشاعره تحت عنوان جان از او یاد می‌کند. در مرحله جسم پاکی کوچه باشد، پاکیزگی بازار باشد، پاکیزگی شهر باشد، پاکیزگی محله باشد، همه دست در دست هم دهیم بمیر
کشور خیش را کنیم آباد. اگر می خواهید از یک محیط، از یک محله، از یک کشور، از یک شهر به عنوان یک کشور تمیز و مرتب یاد بکنید، باید در یک دیگر کمک بکنید. دست در دست هم دیگر بدهید، تمام زباله ها، آشغال های محیط اطراف خودتون را جمع کنید و در جایی که برای او تعبیه شده قرار بدهید. در حوزه روح انسان، اگر می خواهد که یک کشور در مرحله ترقی، در مرحله پیشرفت دست پیدا کند، باید همواره یک ملت شاداب و شادکام داشته باشد. شادی و این شادکامی به گونه به دست می آید که امید به زندگی در او کشور باید موج بزند. همه مردم او کشور باید به این نگاه بکنند که چگونه می تواند به سمت سعادت، به سمت پیشرفت، به سمت خوشبختی حرکت کند. اگر دیدی که یک کشور متاسفانه مردم بسیار افسرده، دل مرده، ناتوان و مایوس داشت، او کشور نمیتواند به سرمنزل مقصود دست پیدا کند. خب دوستان، در این اسلاید میپردازیم در حوزه موضوع خودمان چی بود دوستان؟ موضوع ما در مورد نظافت و پاکی بود که یک شعری از یک شاعر بسیار مشهور تحت عنوان ایرج میرزا یاد شده است. ایرج میرزا رو به عنوان شاعر میشناسن که در حوزه فکاهیات بسیار شعر دارد. از ایشان تحت عنوان فخر و شعرا یاد میکنن که در اواخر حکومت قاجار و در اوایل حکومت پهلوی در واقع زندگی میکرده است. ایشان شعر میگوید، شعر را با همدیگر میخوانیم و مرور میکنیم. دریاب سحر کنار جورا، پاکیزه بشوی دست و رو را. صابونت اگر بودی میسر، بر شستن و دست و رو چه بهتر. کن پاک و تمیز گوش و گردن، کین کار ضرورت است کردن. چرکین مگذار بیخ دندان، کان وقت سخن شود نمایان. پیراهن خیش کن گزیده، هم شسته و هم اتو کشیده. از نرم و خشن هر آنچه پوشی، باید که به پاکیش بکوشی. چون با ادب و تمیز باشی، پیش همگان عزیز باشی. زین گفته سعادت تو جویم، پس یاد بگیر هرچه گویم. می باش به عمر خود سحرخیز، و از خواب سحرگهان بپرهیز. با مادر خیش مهربان باش، آماده خدمتش بجان باش. با چشم ادب نگر پدر را، و از گفته او مپیچ سر را. چون این دو شوند از تو خرسند، خرسند شود ز تو خداوند. چون با ادب و تمیز باشی، پیش همگان عزیز باشی. بله دوستان. خب دوستان عزیز، وارد بخش دوم بشویم، قواعد دستوری. در حوزه قواعد دستوری، مفهومی که امروز میخواییم برایتان توضیح بدهیم چیز؟ مفهوم صفت فاعلی. صفت فاعلی. حالا صفت فاعلی چیز؟ میگوین که کلمه ایست که حالت و چگونگی فاعل را بیان میکند. ما یک صفت در جلسه قبل برایتان توضیح دادیم، گفتیم که کلمه صفت بیان کننده حالت و چگونگی اسم قبل خود می باشد. حالا اگر این اسم قبل از جنس فاعل باشد، از نقش فاعل باشد، این صفتی که بیان کننده نقش او کلمه است می شود صفت فاعلی. صفتی که بیان کننده چیز، بیان کننده انجام دهنده کار است. به طور مثال می گوییم که صفت های فاعلی مانند چی؟ مانند دانا، بینا، شنوا و دادگر. این کلمات را تحت عنوان صفت فاعلی از او یاد میکنن. خب حالا صفت فاعلی دوستان دارای نشانه هاییست که اگر بخوایم برای شما این نشانه ها رو ذکر کنیم این گونه میگوییم. نوع اول از نوع صفت فاعلی چیست؟ میگوییم که در آخر فعل امر ما چی؟ از یک پسفند استفاده کنیم تحت عنوان انده. نگاه کنید دوستان، انده. خب گفتیم که فعل امر در او فعل گفته می شود که چی؟ از مصدر ساخته می شود. از مصدر وقتی یک فعل را امر میکنیم می شود چی؟ می شود در واقع فعل امری. خب گوینده امر به گفتن، از مصدر گفتن آمده. امر به گفتن چی می شود؟ می شود
بگوی. به را از ابتدایش بر بداریم بشود گوی. گوی را به علاوه انده میکنیم، جمع میکنیم با انده بشود چی؟ بشود ترکیب جدید یک صفت فاعلی تحت عنوان گوینده. خب میگوید در آخر همین فعل امر اگر از الف و نون در انتهایش اضافه کنیم باز هم یک صفت فاعلی جدید شکل میگیرد. مانند چی؟ مانند خندان که در واقع از خندیدن بوده، امر به خندیدن، بخند، به حذف میشود میشود خند. الف و نون را انتهایش جمع میکنیم میشود خندان. خب نوع بعدی چیست؟ میگوید در آخر همین فعل امر به جای الف و نون تنها از حرف الف استفاده کنیم. مانند چی؟ در آخر فعل امر به جای الف و نون از حرف الف استفاده کنیم. مانند چی؟ مانند دانا. نگاه کنید، دان از مصدر دانستن بوده، امر به دانستن میشود بدان، به را حذف کردیم دان مان. خب دان در انتهایش یک الف اضافه میکنیم میشود دانا. خب نوع بعدی چیست دوستان؟ گار است. در آخر فعل‌های امر و فعل ماضی از چی استفاده کنیم؟ از پسفند گار استفاده کنیم. مثل چی؟ مثل آموزگار، مثل پروردگار. آموزگار از چی بوده؟ آموزگار از مصدر آموزش ها، از مصدر آموختن بوده و پروردگار نیز پروردنش از مصدر چی بوده؟ پروردش از پروردن بوده. خب نوع بعدی کار است. کار در آخر اسم اگر اضافه شود می شود باز هم صفت فاعلی. نگاه کنید دوستان، ما یک ستم داریم و یک کار با یک دیگر جمع شده، شده ستم کار، ستم کار. خب نوع بعدی دوستان می شود گر. یک پسفندی به نام گر داریم که در آخر اسم ها اضافه می شود و خب مانند چی؟ مانند دادگر که در واقع یک ترکیب جدیدی است تحت عنوان صفت فاعلی. و نوع آخر است که در انتهای فعل ماضی ما از الف و ر استفاده کنیم. الف و ر در انتهای فعل ماضی ما ذکر شود. خب نگاه کنید چی مانند چی دوستان؟ فعل ماضی مانند خرید. یک فعل ماضی است دیگه. خریدم، خریدی، خرید، سوم شخص مفرد. خب این که فعل ماضی ما در انتهایش الف و را اضافه شده، شده یک ترکیب جدیدی تحت عنوان صفت فاعلی با عنوان خریدار. خب شاگردای عزیز، میرسیم در آخرین اسلاید تحت عنوان کار خانگی در جلسه آینده. با علایم گار، الف، انده و الف و آر دوستان صفت فاعلی مناسب بنویسید. خب ما برای شما پسفندها رو دوستان دادیم و از شما خواستیم که متناسب با این صفت، با متناسب با این پسفندهایی که برای شما ذکر شد، یک صفت فاعلی مناسب نو و تازه شما بسازید. خب میخواید کارهای خانگی خود را برای ما ارسال کنید. برای ارسال کار خانگی باید چیگونه کار کنید دوستان؟ بله، برای رسیدن کار خانگی شما، برای روان کردن کار خانگی ما یک کانال ارتباطی داریم. کانال ارتباطی ما را از ابتدای جلسات اول تا این جلسه دوستان حتما در خاطر سپرده اید. 2-0964-780-255-40-13 این کانال ارتباطی ما با شماست برای دریافت کار خانگی، ارائه نظرات، پیشنهادات و هر نوع کاری دیگری که شما خوبان عزیزان با ما داشتید میتوانید روان کنید. خب عزیزان قند، دلبندان نازنین، در پایان جلسه امروز رسیدیم، مانده نباشید. تا جلسه بعدی خداوند یار و یاورتان.